سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه توی ویدیو امروز میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم به کمک نرم افزار فوتوشاپ یک واترمارکی رو برای کار خودمون طراحی بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ آموزش من یک توضیحی بدم در مورد واترمارک و اون هم این که بیان فکر بکنیم که شما یک عکسی دارین یا یک کار گرافیکی رو طراحی کردین و میخواین که لوگوی خودتون یا اسم خودتون به عنوان صاحب اثر روی تصویر باشه به شکلی که به راحتی نشه رو حذف کرد در واقع چیزی که ما میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم و آموزش بدیم این عکسی هست که شما میتونید روی صفحه مانیتورتون ببینید ویدیوی امروز ممکنه یک مقدار طولانی بشه برای همین من سعی میکنم که خیلی خلاصه و ساده اون مسیری که برای درست کردن واترمارک پشت سر بگذاریم رو بهتون بگم و با هم دیگه بریم جلو اولین کاری که بعد انجام بدیم اینه که اون لوگویی که داریم یا اون چیزی که میخوایم روی تصویرمون بنویسیم رو وارد نرم افزار فتوشاپ بکنیم برای مثال من از ابزار تکس یا تی روی کیبوردم کمک میگیرم و متنی که مد نظرم هست رو مینویسم شما میتونین به جای متنی که من دارم مینویسم لوگویی که دارین رو وارد نرم افزار فتوشاپ بکنین فقط نکته ای که وجود داره اینه که حتما و حتما اون لوگویی که دارین رو باید به صورت ترانسپرنسی یعنی به این حالت وارد در افزار فتوشاپ بکنیم و دلیل اون رو هم جلوتر براتون توضیح میدم بعد از اینکه اون متنی که خواستیم رو نوشتیم با استفاده از ابزار رکتنگل من یک پس زمینه ای رو برای اون طراحی میکنم و نکته بعدی که حتما باید به با اون توجه بکنیم اینه که پس زمینه رو به رنگ سفید و متنی که نوشتیم و لوگویی که داریم رو به رنگ مشکی تغییر بدیم یعنی اگر لوگوی شما دارای رنگ بود باید لوگوتون رو حتما به رنگ مشکی تغییر بدیم و اون پس زمینه رو روی حالت سفید بذاریم توی قسمت لایرز من رکتانگل رو میارم پایین که متنی که نوشتم به صورت کامل مشخص بشه دلیل اینکه گفتم باید لوگوتون رو بدون پس زمینه وارد نرم افزار بکنین این است که ما الان میخوایم متنی که داریم و لوگویی که داریم رو سلکت بکنیم و اگر لوگویی که شما وارد کرده بودین پس زمینه داشت اون سلکتی که مد نظر ما هست به خوبی انجام نمیشد قبل از اینکه من بخوام این سلکت رو انجام بدم میخوام یک مقدار اندازه این رو کوچکتر بکنم و این وسط من یک نکته آموزشی رو میگم و اون همین که اگر شما یک همچین چیزی داشته باشین و بخواین که روی اونها یک تغییری ایجاد بکنین میتونین به جای که به صورت جداگونه اون تغییر رو انجام بدین اصطلاحا این لایه رو با هم دیگه مرج بکنین این لایه رو با هم دیگه یکی بکنین و اگر تغییری روی یکی اعمال بکنین روی دیگر لایه هم اعمال میشه برای انجام این کار شما باید لایه‌ای که مد نظرتون هست رو به این صورت سلکت بکنین روی یکی از اونها کلیک راست بکنین و این گزینه یعنی مرج لایرز رو بزنین الان هر دوی این لایه ها برای من یکی شد و زمانی که کنترل و تی رو به صورت همزمان بزنم که اندازه اونها رو کوچیک‌تر بکنم روی هر دوی اینها این اتفاق میافتم. اما توی مرحله بعدی همونطور که گفتم باید اه اون متنی که داریم یا لوگویی که داریم رو سلکت بکنیم برای سلکت کردم من موسم رو میارم روی این قسمت کلید کنترل رو نگه میدارم و یک بار کلیک میکنم الان این متن یعنی آناناس آرت استودیو برای من سلکت شد توی قدم بعدی شما باید در نوار بالا وارد قسمت ادیت بشین و این گزینه یعنی دیفایند Brush پرست رو انتخاب بکنیم در واقع اتفاقی که افتاد این بود که ما با استفاده از این متنی که داریم اینجا نوشتیم و یا لوگوی شما تونستیم یک براش برای خودمون طراحی بکنیم یا یک مهر برای خودمون ایجاد بکنیم یک اسمی رو برای اون انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم یک چیزی مثل این اتفاقی که شما میتونید اینجا ببینید من دیگه احتیاجی به این لایه ندارم برای همین میتونم اون رو ببندم و کنترل دی رو به صورت همزمان میزنم که این قسمتی که سلکت شده از بین بره یک لایه جدیدی رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینیم ما الان داریم از ابزار براش استفاده میکنیم با کلیک راست کردن یک مقدار من اندازه اون رو کوچیک میکنم برای مثال اندازه اون رو من میذارم روی 850 و در قدم بعدی شما باید وارد قسمت ویندوز بشین در قسمت براش سیتینگ و اندازه این گزینه یعنی سپیسینگ رو بالا ببریم دلیل اون چی از دلیل اون اینه که اگر روی این, این روی حالت پیش فرض خودش باشه یعنی یک درصد اگر ما کلید شیف روی کیبورد رو نگه داریم و یک بار کلیک بکنیم و روی قسمت دیگه از تصویر بریم و مجددا کلیک بکنیم یک همچین چیزی رو برای ما میسازه اما ما میتونیم با زیاد کردن شدت سپیسینگ باعث بشیم که این اتفاق نیفته و مجددا در قسمت ویندوز وارد گزینه براش ستین میشم شدت اون رو زیاد میکنم برای مثال شدت اون رو میزنم روی دویست و هفتاد دکمه شیفت رو نگه میدارم یک بار کلیک میکنم و در قسمت دیگه تصویر مجددا کلیک میکنم یک همچین چیزی برای ما ساخته شد در قسمت لیر شما میتونید روی این لایه که هستین کنترل و جی رو به صورت همزمان بزنید که یک کپی از این لایه برای ما گرفته بشه و ابزار موو رو انتخاب میکنیم و مکان این رو به این شکل میتونیم تغییر بدیم بعد از اینکه این کار رو به صورت کامل انجام دادیم شما میتونین تمام این لایه هایی که ما اینجا داریم و کپی کردیم رو مجددا اونها رو با هم دیگه یکی بکنید یا اصطلاحا اونها رو با هم دیگه مرج بکنین تمام اونها رو من سلکت کردم کلیک راست میکنم اونها رو مرج میکنم و یک مقدار زوم بک میکنم و الان این لایه‌ای که دارم رو میتونم کنترل تی رو بزنم و یک مقدار اندازه اون رو کوچیکتر بکنم یا بزرگتر بکنم کاملا به سلیقه شماست و چیزی است که نیاز شماست و بعد از اون میتونیم توی قسمت اوپسیتی یه مقدار شدت اون رو کمتر بکنیم و همینطور میتونیم در قسمت فیل شدت اون رو کمتر میکنیم امیدوارم که این آموزش بتونه توی پیش کاراتون بهتون کمک بکنه و ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدین خوشحال میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب بکنیم و ممنونم ازتون